با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی عیسی مسیح به سر میبرید مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم عنوان این مطالعه هست پیروی از عیسی به چه معناست پیروی از عیسی به چه معناست آیات کلیدی مطالعه امروز ما در کلام خدا در انجیل متا فصل چهار آیات هجده تا بیست و پنج هستند. عزیزان با هم این قسمت از کلام خدا را مرور کنیم. روزی عیسی در کنار دریاچه جلیل قدم میزد که شمعون پتروس و برادرش اندریاس را دید که سوار برقایق بودند و تور ماهیگیری را به دریا انداخته بودند زیرا شغل هر دو ماهیگیری بود عیسی ایشان را خوانده گفت به دنبال من بیایید و من به شما نشان می دهم که چگونه مردم را برای خدا سید کنید. ایشان بی درنگ تورها را به کناری انداخته به دنبال او رفتند. عیسی از آنجا قدری جلوتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب و یوحنا را دید که با پدرشان زبدی در قایق نشسته بودند و تورهای خود را تعمیر می کردند. ایشان را نیز دعوت کرد تا به دنبالش بروند. ایشان بلا فاصله قایق و پدر خود را رها کرده به دنبال عیسی رفتند. عیسی در سراسر جلیل میگشت و در عبادتگاه یهودیان تعلیم میداد و به هر جا می رسید مجده ملکوت خدا را اعلام می کرد و هر نوع مرض و بیماری را شفا می بخشید. شهرت معجزات او از مرزهای جلیل نیز گذشت. به طوری که حتی بیماران از سوریه می آمدند تا شفا یابند ایسا هر نوع مرض و درد را شفا می داد و هر دیوانه و قشی و افلیج را سلامتی می بخشید. او به هر جا که گام می نهاد انبوه جمعیت از جلیل، دکاپولیس، اورشلیم و سراسر یهودیه و حتی از آن طرف رود اردن به دنبالش به راه می افتادند. آمین عزیزان عیسی مسیح قبل از صعود فیزیکی خود به آسمان به شاگردان خود فرمانی داد فرمان ایسای مسیح به شاگردانش امروزه به نام فرمان بزرگ او معروف هست. آن فرمان ایسای مسیح به عنوان فرمان بزرگ معروف و شناخته شده است، چون که از اهمیت فوق مهمی برخورداره. انجام فرمان بزرگ عیسی مسیح بیش از دو هزار سال پیش به شاگردانش امروزه هم وظیفه هر کسی هست که به او به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان داره عزیزان ما فرمان بزرگ عیسی مسیح را در انجیل متا فصل 28 و آیات هجده تا 20 مطالعه می کنیم. در این قسمت از کتاب مقدس میخوانیم، آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است پس بروید و تمام قوم‌ها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده ام اطاعت کنند مطمئن باشید هر جا که بروید حتی دورترین نقطه دنیا باشد من همیشه همراه شما هستم آمین بله عزیزان امروزه هر ایماندار واقعی به عیسی مسیح وظیفه داره تا فرمان او را اطاعت نموده و او را به بهترین وجه ممکن به دیگران بشناسونه اما در اطاعت از فرمان بزرگ عیسی مسیح شاید در ذهن ما فکر اشتباهی به وجود بیاد ممکن ما اشتباها تصور کنیم که پیروی از عیسی مسیح برای شاگردان او در آن زمان آسانتر بود تا امروزه برای ما برای بجا قلمداد نمودن این فکر اشتباه خودمون که اطاعت از عیسی مسیح برای شاگردان وی در آن زمان آسانتر بوده تا برای ما امروزه ممکنه که بهانه‌ای بتراشیم این بهانه که شاگردان عیسی مسیح میتونستن به طور فیزیکی او را ببینند و از نمونه رفتار و گفتار او یاد بگیرند. در حالی که امروزه ما نمیتونیم عیسی مسیح را با چشمان فیزیکی خودمون به طور فیزیکی مشاهده کنیم یا او را لمس همچنین امروزه ما نمیتونیم به طور فیزیکی با گوشهای فیزیکی خودمون از ایسای مسیح بشنویم. دوست خوب من لطفا توجه بفرما. ایسای مسیح برای قادر ساختن ما ایمانداران به خود در اطاعت از وی و انجام فرامینش هرچرا که ما به دانها نیازمند هستیم برامون فراهم فرموده. دوست من عیسی مسیح این جهان را به طور فیزیکی ترک نکرد و بعد به شاگردان خودش در آن زمان و به من و شما امروزه بگه خب من به شما گفتم که باید چه کار کنید حالا برید ببینید خودتون میتونید فرمان من را انجام بدید یا نه عزیزان عیسی مسیح خدای در جسم انسانی ظاهر شده بود عیسی مسیح درست همانند زمانی که به طور فیزیکی در بدنی انسانی در کنار شاگردان خود از هر ضعف و نیاز آنها به خوبی آگاه بود امروزه هم از هر ضعف و نیاز من و شما کاملا آگاهه عیسی مسیح در هر لحظه از زندگی من و شما دقیقا میدونه ما برای قادر به برخورداری از یک زندگی پاک مسیحی شدن و اطاعت از فرامین وی به چه چیزهایی نیازمندیم عیسی مسیح قبل از ترک فیزیکی خود از نزد شاگردانش به آنها وعده داد که هرگز آنها را در آن زمان و من و شما را امروزه ترک نخواهد کرد. این وعده ای امید بخش ایسای مسیح را در انجیل یوحنا فصل چهارده آیات شانزده و هفده مطالعه می کنیم. عزیزان در این قسمت از کتاب مقدس عیسی مسیح میفرماید من از پدرم درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند این پشتیبان و تسلی بخش همان روح القدس است که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد مردم دنیا به او دسترسی ندارند چون نه در جستجوی او هستند و نه او را میشناسند ولی شما در جستجوی او هستید و او را میشناسید چون او همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود آمین عزیزان روح القدس روح مقدس خداوند عیسای مسیح است روح القدس بعد از اینکه هر شخص به عیسای مسیح به عنوان منجی و خداوند خود ایمان میاره در شخص ایماندار ساکن میشه روح القدس در هر ایماندار به عیسی مسیح ساکن میشه تا به او کمک کنه بتونه در اراده خداوند زندگی کنه. همچنین روح القدس در هر ایماندار به عیسی مسیح ساکن میشه تا از شخص ایماندار محافظت و در درک صحیح از آموزه های کلام خدا و تشخیص اراده خداوند او را هدایت و راهنمایی کنه عزیزان امروزه من و شما نیز با شنیدن و توجه به روح القدس ساکن در خود از عیسی مسیح پیروی می کنیم. در واقع هیچ راه بهتری برای دریافت راهنمایی شخصی از خداوند عیسی مسیح برای ما وجود نداره همونطور که عیسی مسیح در زمان حضور فیزیکی خودش در کنار شاگردان اولیه خود برای آنها انجام میداد در زمان حال روح القدس روح مقدس عیسی مسیح خداوند با ماست تا ما را در هر مرحله از زندگیمون هدایت کنه و حقایق خداوند را به ما یاد بده دوست خوب من لطفا دقت بفرما عمل کرده روح القدس در ما و به وسیله ما در این جهان بسیار گسترده و عمیق روح القدس ما را از درون به بیرون دگرگون میکنه و قادر میسازه تا از فرامین خداوند اطاعت و او را خدمت کنیم روح القدس به ما کمک میکنه تا اراده خاص خداوند را برای زندگیمون بشناسیم. روح القدس به ما کمک میکنه تا بتونیم در آن اراده خاص خداوند زندگی کنیم. تنها کاری که ما باید انجام بدیم اینه که فروتنانه از روح القدس پیروی کنیم. عزیزان یک شرط ضروری برای پیروی از عیسی مسیح حساس بودن به صدای روح القدس هرچه ما بیشتر تسلیم هدایت روح القدس باشیم شنوایی معنوی روحانی ما نیز تیزتر میشه خدا را شکر عزیزان در پایان این مطالعه در کلام خدا از شما دعوت می کنم تا با خداوند گفتگو کنیم. خداوند از تو سپاس گذارم به خاطر درس زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا که حال در ایمانم به تو روح مقدس تو روح القدس در من به سر می بره. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که مرا در حکمت الهی خود آفریده ای و برای زندگی من نقشه بس عالی داری. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که حال با روح مقدست همیشه همه جا با من هستی تا از من مراقبت نموده و هدایتم کنی خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که برای برخورداری از یک زندگی پاک در اراده مقدس خودت همیشه به من کمک می خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که تو هر آنچه را که من برای اطاعت از تو بدانها نیازمندم را برایم مهیا فرموده ای خداوند من تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم خداوند به من کمک کن تا همیشه نسبت به صدای روح القدس در درونم حساس و فروتن باشم خداوند به من کمک کن تا همیشه از خواسته ها و هدایت های روح القدس اطاعت و فرمانبری کنم در نام عیسی مسیح دعا می کنم آمین عزیزان امیدوارم مطالعه امروز ما در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه چنانچه در طول این تعلیم خداوند عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و به او ایمان آوردید خوشحال میشم تا از شما بشنوم همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده خوشحال میشم سوالات محترم شما را بشنوم و در صورت امکان به آنها پاسخ بدم با تشکر از تمامی شما عزیزان که در این مطالعه با ما همراه بودید تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از فیض رحمت و محبت عیسی مسیح آرامش الهی او همواره با شما آمین